همیت کامو پریشون دیگه همیت بیم همین جگه همی افتاله تاول کردن ما مشکله زخم هم داریم افتال میشه زخم داریم یک وقت اون لگ نیه یعنی زخم بستر شده؟ بله ها فقط امروز داریم سوار به غیبه همیت دیگه غز داریم پریشونیم چیزی که زیاد شما را آزار میده چیه؟ یک کبودم که یک کم چهار برج همه چی میره دست بابا شما؟ بله ها و بعد دور سر روز همه شیحکا کاردگی هم نشتو خود به من بیارده میشه اونه همی تکلیف فید کرده همین هم همی تکه همو پریشون دیگه همی تبیم همین جگه همی افتاله تقدیم صفی الله جان میکنین و بشه که حداقل امی طوری که شما هم در ابتدای تصویر مشاهده کرده این آمدین به یکی از خانه های دور افتاده و مناطق محروم شهر هرات در این خانه یکی از جوانانی زندگی میکنه که متاسفانه سال هاست در بستر بیماری رنج و زحمت میبینه و بالاخره طوری که از فضای خانه مشخص هست متاسفانه وضعیت خوب اقتصادی آنچنانی هم ندارن. به هر حال ما وظیفه خود دانستیم که البته با پادرمیانی بزرگای محل به دیدار اینمی جوان بیمار بیاین با ایشان صحبت بکنیم درد و دلهای داشته باشین و کمک های شما عزیزان که برای ما رسیده تقدیم اینمی برادر خود بکنیم و در ضمن هدف کلی این برنامه ای هست که ما انعکاس بدیم وضعیت زندگی و معیشتی اینمی برادر بیمار مر که در چه وضعیتی به سر میبرن و شاید و احتمالاً که یکی از بیننده ها یا تعدادی از بیننده ها که متوجه بشن در آینده کمکی داشته باشن برای برادر خوب ما تا ای که اینا هم از این وضعیت بعد اقتصادی و بیماری انشالله نجات پیدا بکنن و ایر ما وظیفه خود دانستین به عنوان یک مسلمان یک برادر تا ای که بیاین و با شما صحبتی داشته باشین و البته به دیدن این برادر بزرگوار بیاین من سر صحبت را آغاز میکنم و قبل از این که صحبت را آغاز بکنم خوب است که اگر برای نشر و پخش نمی ویدیو هم همکاری بشه یک صدقه جاریه خواهد بود خوب که هستین انشالله بایدتون خوشحال سلامتیم زنده باشین اسم شریف شما صفی الله صفی الله جان از وضعیت خود برای ما و بیننده ها کمی صحبت کنه وضعیت دیگه می فیلن که وضعیت خوب نداریم دیگه هفت سال می ته پرته و این اقتصاد می ته به هم ریخته به این واسطه پیارک ما وقام هفت سال که مرجم کرد بدون درد پیدا شد آقا همه فیت کردن یک سم ماه میشه که اونا فیت کردن فقط امروز داریم سوار به غیبه همیت دیگه غز داریم پریشونیم خیلی وضعیت خوبی نداریم اخونه خوب صفی الله جان شما طوری که من میبینم بالاخره دست و پای شما حرکت نداره دلیل ایره میشه برای ما بگین که چی دلیل شده که شما این گونه داری بستر باشین ما دیگه
میرفتیم دنبال کار غریبی بعدا نمیته شدیم دیگه نصیب بودیم والا کم هفت سال که بیرون ندیدیم حتی وقتی هم دو دکتر من میپنم دو قلعه کم پر میکنم نگاه کنی چیش ندارم چی به شما بگم بیرون نصف روز کاتل که برای میرون نمیبینم چون رو دایم به خونه پرته حداقل هر چند وقت یک بار از خانه بیرون میشین به مو داخل پتو هم کسی دو دکتر جایی که میریم دیگه وقت میجی پرته ایم دیگه یه جرفته نمیتونی چون متابول کردن ما مشکل است زخم هم داریم هفت سال میشه زخم داریم یک وقت اون لگ نیه یعنی زخم بستر شده بله ها خب خداوند شفای بده سفیولو جان مشخص بگین که کجا بودین؟ امی حادثه گفتین دنبال کارگری بودین واضح بشه که به چی هدف رفته بودین؟ کجا بودین؟ چگونه شد که ای رقم شد؟ دیگه این پیرک ما با امید من نمزادار کرد بعدا اینجگاه هرچی چورت فکر دادیم نشد بعدا حرکت کردیم روی به طرف ایران با وسط را حادثه شد یک نایم ایشا خواه کردیم تا یک جاری دیگه نفهمیدیم بعدا گم شدیم دور سر روزم گم بودیم بعدا ما رو پیدا کردم اینجا گا زنگ دادم که امیت نفره به توسط یک شماره داشتم دیگه امونجا 45 روز بستر بیدم اینجا گا دیگه هرچی که قرض کردم از این و از این لکه کردم رای کردم به من پیش می تدایی مر بکردم دیگه بلاخره با اینجا گا بایدم خدا بیاموز دیگه هرچی بید در زیری می که من پیشی رو برا کردم تای میریزی هم یک جون از این آمد چهار برج همه چه میره دست دارم بابا شما بله و بعد دور سر روز همه شه یک آقا دیگه هم نشتو خدا من بیارد میشه اون هم می تکلیف فید کرد هم اینا همی تکه همو پریشون دیگه می تبیم همی جگه همی هفت سال است خب واقعا دوست عزیز من خوش متاثر شدم از شنیدن صحبت های سفیولو جان خیلی سخته پدر بزرگترین تکیگاه خانواده می باشه که همه به او تکیه می زنن ولی از غم اولاد خود متاسفانه سالها درد و رنج و مریضی اولاد خود را تحمل کردن ولی امو صبرشون لبریز شد به هر حال نمو تشویش و استرس و غم و اینمی مسائل سبب شده تا ای که سفیولو جان عزیزترین فرد خانواده خود را از دست بدن سطح نمیشی لویت شدم دیگه من بفهمیدم هر ایدی که یک خوش آمد خودم میکردم به میفهمیدم چند بال از این تیر میشم صبح اید که میامدم من رو از این بستر پرته بیدم من رفیق همراه این بیدم خودم هر جا میرفتم بعدا که خودم دست میدادم من دیگه میفهمیدم چند بستر از این سخت دیر میشم همیتر غم خوردم تا ایدش دیگه حالا که ما یکه این دیگه رو کسیر نداریم ولی اونا که بودن خوب بودن من بیبری برمه بردن ولی حالا کسیر ندارم و می زدم زلا می بی کس مونده بیده مداست داخل می خونه خونه بفته دو پی کسی نه بلا داخل می خونه بیدون داخل می خونه بیدون نحمه که لرد شروع شد همیتا بیدون پامه بفته به پی کسی نه دو پامه بلا همه برفته بیدن خب خدا به امروز اگه بیدیم بر هر رقم میشیدیم بر بیرون میخدم بله واقعا سخته سفیولو جان فعلا به این خانه شما چند نفرین با کی زندگی میکنین مخارج خانه شما از کجا تامین میشه ما شیش نفریم یک برادر و فیتی شاگرده کسی نیه دیگه این والدی مانه دو تا خوهر دارم یک برادر اکم دارم مسجد فقط اینمو برادر شما از شما خودتره بله که به خیاطی شاگرده بری او چگونه هفته ای معاش میده؟ هفته 300 میده همی باز شاگرد نگه هم از مشتری هم استانه دیگه خب نهایت بگیرین ماه 2000 افغانی حداقل دوست عزیز شما تصور بکنین که
سفیولا جان و امروی خانواده ایشان تنها ناناور خانه ایشان برادر خودترشان است که ماهیانه حداقل 2000 افغانی عواید داره. این 2000 افغانی عواید ای چی کار بکنن؟ قرار چه درد دوا بکنه؟ و خوب است که گهگدار سری بزنین به این چنین خانه ها، به دیدن این چنین بیمارا بیاین، چرا که ثواب داره. از دید دینی و اسلامی ما و شما هم عیادت از بیمار خیلی ثواب داره. در عصر صحابه کرام اونا کوشش میکردن که اگر شبها بلند بود در شبها میرفتن به دیداره یا به عیادت مریضا، اگر روزها بلندتر بود روزها میرفتن، چرا که ملائک همون شب تا صبح یا ای که صبح تا شام دعا میکردن برای کسی که به عیادت مریض میرفتن، مخصوصا با این چنین مریضایی که متاسفانه هیچ کس را ندارن، مشکلات اقتصادی بیداد میکنه. ناناور خانهشان که پدرشان بوده 4 ماهش فوت شده و رفته، و ما درود و دعا میفرستیم به روان پاک همه رفتگان و مخصوصا پدر مهربان شما. سفیولا جان، چیزی که زیاد شما را آزار میده چیه؟ یک بودن که یکی تنهایی. گفتین نامزد شده بودین، ازدواج کرده بودین، به خاطر نمی تهیه مهریه یا ما ایراتی یا پیشکش میگین رفته بودین به ایران. خب این مسئله ازدواج شما چی شد؟ دیگه اونجا که برفتیم بعدا بیامدیم، بود چند وقت بود دیگه ما دیدیم بیتر نمیشیم دیگه، حالا ما میرم دیگه بعدا زود کردیم برو ما دیگه میتا هستیم به خدا میدیم تون هم بشیم. جدا شدیم از جدا شدیم. چند مهریه قرار بید بدهیم؟ 4 و 20 قرار دیدیم، 4 لک و 20 هست. 4 لک و 20 هزار افغانی. بسیار عزیز، واقعا من شخصا متاثرم به خاطر از این که خوب متوجه بشین متاسفانه مهریه ها و یا پیشکش های کمرشکن سبب میشه که جوان هایی که آرزو داشتن زندگی بکنن، آرزو داشتن یک فرد سالمی باشن، متاسفانه به این وضعیت قرار میگیرن. در مرزهای بیگانه ها سرگردان میرن، تشنگی، گرسنگی، زجر و زحمت، و از طرفی هم گاهن ما و شما شاهد از این بودین که متاسفانه حتی زنده هم نماندن، داخل راه رفتن، در همونجا جان خود را از دست دادن. حالان که سفیولا جان یک زنده نیمه جان می باشه و نیاز به ای داره که مواظبت بشه، خوب است تا فامیل ها اینمی آسانگیری ها را سرمشق خود قرار بدن. خوب است که دیگه این مهریه های کمرشکن دیگه از بین بره، ازدواج های آسان جایگزین بشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند بهترین ازدواج ازدواجی است که کم مصرف باشه، هزینه آنچنانی نداشته باشه. چه خوب است که ما من حیث یک مسلمان اینمی فرموده پیامبر عظیم و شأن اسلام را سر لوحه زندگی خود قرار بدین، در راستای ازدواج های آسان خیلی تلاش بکنین، و از طرفی هم دیگه مجبور نشن جوانان ما با پذیرفتن انواع و اقسام مشکلات بسیار زیاد که حتی به قیمت جانشون تمام بشه دیگه برن به مرزهای بیگانه و اونجا سرگردان بشن. سفیولا جان عزیز، ما برای شما 5000 افغانی آوردن خدمت شما. انشالله که من میدونم که شاید مبلغ آنچنانی نباشه، ولی به هر حال شاید گوشه یا گرهی از مشکلات شما را حل کرده باشیم. و جای داره که قبل از اینکه من اینمی 5000 را تقدیم سفیولا جان بکنم، از دوستا و عزیزانی که در خارج از کشور هستن، هموطنان ما که چند روز قبل مبلغ 50000 افغانی را برای ما ارسال کردن، و ما هم در طی چند برنامه برای دوستا
و کسایی که واقعا نیاز بود که اهدا به شما اهدا کردیم و در چند روز آینده انشالله اینمی برنامه ها نشر خواهد شد. و این بار هم مبلغ 5000 افغانی را تقدیم صفی الله جان میکنین و بشه که حداقل امی یک نسخه دواهی برای شما بشه. صحیح شد انشالله؟ این خدمت شما. خداوند بر مال و عمر و زندگی دوستایی که کمک کردن برکتی بده. من فکر میکنم که صفی الله جان به کمک های بیشتر از این نیاز داره، به خاطر از این که این وضعیتی که ایشان زندگی میکنن من فکر میکنم که وضعیت خوبی نباشه، هم از لحاظ وسایل و امکاناتی که استفاده میکنن امکانات آنچنانی ندارن برای یک معلولی که در بستر باشه استفاده بشه ندارن، از لحاظ مواد ارتزاقی یا خوراکی اینو باز هم من فکر میکنم مشکل دارن، و همچنین خانه ای که اینو زندگی میکنن خانه ای نیست که حداقل سری خانه حساب بشه، احتمال ای هست که در همین زلزله های خانه کم ذره تکان خورده و ترک های دیده میشه در این خانه. به هر حال خوب است که کمک های شما عزیزان برای صفی الله جان برسه انشاءالله. در همین شماره تماسی که شما در صفحات نمایش میبینین اینمی شماره پل ارتباطی هست بین شما و صفی الله جان و امثال صفی الله جان. ماه مبارک رمضان در پیش است، خوب است که صدقات و خیرات و زکات خود را برای هموطنان بدین که اشد نیاز داره. صفی الله جان شما قبلا از همراهی و بودن در کنار پدر گفته، چقدر برای پدر شما دل شما تنگ شده؟ خیلی، هرچی که فکر میکنم بعض وقتا باور من نمیشه، فکر میکنم به جا رفتم، باز یاد میمیاد، هند شب رو دارم به نمیاد. رفیقی بود برای ما، او تامر قضا نمیداد، خودی نمیخورد، از رسد خو میارد برای من میگفت تو مریضی، هر حساب دش راز دش ما به من میگفت و دگرانه میگفت. پدر خیلی دوست داشته؟ خیلی زیاد. نمال خیلی ماستم، اونو هرچی فکر میکنم. چی وظیفه داشتن پدر شما؟ شغل آزاد بود. از وقتی هم که با میته شدم پویزین من میکنم دیگه بینگه 7 سال هم پرستارش چمور بوده؟ دیگه نتونستم بیرون میبره برم، خود اینم تکلیف نفستنگی داشتم، خیلی زیاد نمیتونستم. خیری و زیری خیلی دیدم بودم، آخرین هم دیگه یه درد جون اینا بود تا پیش بود رفق مکنده شد بیکاس شدیم. هر دم هر سال به یاد بانه درست میگین. خداوند هیچ خانه ای بی پدر نکنه. پدر خیلی، پدر و مادر میوه های کمیاب نه بلکه نایاب هستند. در خانه ای که پدر و مادر هست در اونجا برکت هست، در اونجا نور هست، روشنایی هست، در اونجا حمایت هست، در اونجا یک کوه هست. پشت آدم پره، پشت آدم خیلی میشه، پشت آدم مشکنه دیگه تکیه نداری. پیر مادر خیلی چیز خوبی، چیز خوبی قطر رو باید بدانه دار. انتظاری که دارین از مردم چی هست؟ دیگه مردم هم کاری کنم مثل ما خونه ها که هست، مثلا نمیاد ما غیری مینا دیگه نمیده دیگه. برای دوستایی که همراه شما همی هم کاری کردن چی میخواین بگین؟ دیگه خیلی بینیم دیگه می هم کاری میکنم، همی یک کمک دیگه برای ما میکنم، حالا اول از ما میگیرم دیگه، دیگه مثل شما میتوزم و دیگه مگر باشم دیگه کسی نمیمین دیگه. گفتم بیایم یک خبر میگیرم بیرون میشم. او خبر چه کنم؟
خداوند شما شفای بده، انشالله که دعا میکنین خداوند شفای بده، خیرات بده شما را، لطف آوردین از اومدن شما، خوشحال شدین، خیر بینین، با عزت باشین. اینمی ویدیو رو پخش میکنین، شما رضایت دارین برای پخش و نشر این ویدیو یا نه؟ بله چاره سعید، تشکر، خوش آمدین، با عزت باشین، خوش باشین. خداوند شما و جمعی مریضا و همه مریضایی که در بستر هستن، خداوند شفای عاجل و کامل نصیب بفرمایه و خداوند برای کسایی که کمک میکنن ایمان و عمل صالح عنایت بفرمایه، در ایمانشون، در عمل صالحشون، در عمرشون برکت باشه. ما برنامه خود در همینجا به پایان میرسانیم و ناگفته نمانه دوستان عزیز که هدف از این برنامه و برنامه های اینچنینی هست که تا ما وضعیت اینچنین افراد و هموطنان خود را انعکاس بدین و شاید توانسته باشین گره کوچکی هم از مشکلاتشان باز شده باشه توسط شما عزیزان. تا درود دیگر، بدرود. Oh.